محترم تقدیم تمام بیننده های عزیز ما. امروز ما طور وعده خود پی کرده بودیم به تمام بیننده های ما در کانال یوتیوب ما و در چینل های ما که شما زیادتر وقت تعقیب میکنین. بیننده های ما خیلی درخواست داده بودن که به جاهای قدیم و کابل لطف کرده ما را ببرین تا که ما خوبتر دیدار کنیم و ما خواستیم امروز که یکی از جاهای قدیم کابل انتخاب کنیم که کوچه کافروشی است و یک گزارش بر شما تهیه کنیم که در اینجا چی رقم انسان ها با کدام نوع مردم ها و چقدر مردم های کهنسال که از چندین سال هستن که در اینجا هستن و در دوره جنگ ها می جای نرفتن و فعلا هم زندگی میکنن و برای از زندگی خود لذت میبرن و کدام فرهنگ ها را ما در کوچه کافروشی خود داریم و کدام مردم ها در کوچه کافروشی زندگی میکنن و کی ها هستن، از کدام ولایت هستن و کدام واجه زندگی میکنن و مشغول کدام کاروبار هستن. خب این نه عزیز بدین از اینکه وقت زیادتر ما شما ضایع کنیم، مستقیم میریم که با چندین تن از دوستای ما که در کوچه کافروشی مشغول کاروبار هستن معرفی شویم تا که خوبتر بدانیم درباره کابل قدیم و درباره فرهنگ های ما که ما و شما کدام فرهنگ ها را داریم و امی خود کابل قدیم ما و شما چی هست و این کوچه کافروشی دیگه کوچه کی هست، کوچه کی ها هست، دیگه کی ها بوده هستن، کی ها زندگی میکنن. دیگه خیلی لطف کرده همراه ما بیاین تا که ما خوبتر و بهتر معرفی شویم همراه کوچه کافروشی. بیننده های ما در اینجا که بودن، کسایی که حاضر شاهد بودن، از یا ما پرسان کردیم که مردم های کهن یا مردم های سابقه که در کوچه هستن و کسایی که مثلا فعلا مشغول کاروبار هستن و چقدر مشهور هستن، پرسان کردیم. ما در اینجا بسیار یک نام، چند نام جالب گرفتیم. یکیش بوده به نام سید مرتضای جوانمرد و پهلوان که شکستبند است، خودشون به نظر ما بچه جوان است و خیلی دستاوردهای زیاد دارن و به می شکل چندین نفر دیگر را گفت. بیننده عزیز پیش از اینکه ما وقت ضایع کنیم و بریم زیادتر بگردیم، بیاین خیلی لطف کرده ما را همراهی کنیم تا ما بتوانم کمی مرتضای جوانمرد که مشهور به پهلوان است ایره بپاله و از این دوستان ما پیلا در اینجا مشغول کاربارشان هستن از یا پرسان کنیم. سلام محترم. سلام علیکم. حکیم صاحب محترم شما خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ خیلی درباره شما ما زیاد شنیده بودیم و خیلی براستی میخواستیم که برای شما ملاقات کنیم و در کوچه خیلی که از همگی پرسان کردیم، به صفات شما را خیلی زیاد شنیدیم، گفتن که حکیم صاحب شخص هستن که در بسیار سن کم به بسیار ارتقای بالا رسیدن و جایگاه خیلی بالا را دارن در می کوچه کافروشی و موفقیت های خیلی بالا را شما بعد از آوردن. باز ما دوست داشتیم که همراه شما یک معرفی شویم. دیگه نمیفهمم که وقت هم دارین ندارین شما، چون که فعلا هم که میبینیم مصروف هستن، خیلی مصروف هم بودین پیشتر هم تا که ما یک چند دقیقه وقت کشیدیم. سلام حکیم صاحب. سلام علیکم برادر. حکیم صاحب محترم، میخواستیم یک معلومات کوچک از شما داشته باشیم اگر لطف کنین شما. در مورد چی؟ حکیم صاحب محترم، اگر در نخست درباره خود شما صحبت کنین که شما کدام رشته را تحصیل کردین و چه وقت دیگه کار آغاز کردین، اسم شما چی است و به می شکل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من مرتضی است، جوانمرد تخلص میکنم. این کار را که آغاز کردیم، کاکایم خداوند ببخششان یک حکیم بسیار خوب بود. دیگه تاستم و ما هم یاد گرفتم و به می کار و می پیشه پیش آمده رفتم و در پلی ازی درس هم می خواندم. دیگه نمی کس پس اونمون بزرگا بر ما مونده. حکیم صاحب بر ما یه روز موفقیت تانه بگوین، شما چطور قدر در کافروشی به یه اندازه مشهور شدین؟ چون که معظمی هر کی پرسان کردم گفتن که حکیم صاحب مرتضی، حکیم صاحب مرتضی، پهلوان، پهلوان. دیگه گفت که در کافروشی خیلی شما نام زیاد دارین. ما در حقیقت بر ما خیلی شگفت‌انگیز شد. من میخوایم بفهم شما چطور در یک سن کم به این موفقیت زیاد رسیدین، چون که من همسایه حکیم صاحب هم سعی کردم، مردم های هستن که سنشان خیلی کلان هستن و خیلی وقت هستن که در کافروشی مشغول کاروبار شکستمندی هستن، اما حکیم صاحب قدر صفتش بود که ما مجبور شدیم امروز که حکیم صاحب به شما بیننده ها تقدیم کنیم. اوکی حکیم صاحب بفرمایید.
راستش هر شخص، هر کسی که باشه در افغانستان، در کابل، در کافروشی بخواه که خدا را حاضر ببینه برش بسیار خوب است. بینده های عزیزی همیچه دیگه اگاهی صاحب آمده پیش بهش پهلوان صاحب جوان مرد مرتضی میخواهند که مشکلات خود را همراهشون شریک بسازه. آقای صاحب محترم، شما امروز نسبت به کدام مشکلات مراجعه؟ ما مشکل کمردردی داشتیم، مشکل کمر جکس کمر است. هر جای که رفتیم و هر جای که رفتیم بدر نتیجه خوب نداد. خداوند ما را شفا داد. جوان مرد مرتضی جوان مرد جکس کمر شده بود. همین عکسای خودم آوردیم با موی حساب باز خدا نتیجه خوب داره دیدیم. اینها چی هستن؟ ورزش هستن یا که بخش کار شماست؟ بعد از ورزش ها است برادر که مربوطه تمام مریضا میشه و اینا هر انسان مهم است در زندگی. هر شخص سه کار باید بکنه. اول عبادت که قلبش پاک باشه، دوم مطالعه که مغزش پاک باشه، سوم سپورت که بدنش جور باشه. بله. در افغانستان هم یک شم بکنیم، درست بکنیم، بسیار به ما خوب است. خب ما میگم هر سه چه باید بکنیم که به شمول خودم اگر یکش بکنم دو تاش میمونه، اگر دو تاش بکنم یکش میمونه. و این تصاویر که ما چاپ کردیم که از موضوع دور نریم به خاطر عزیز کمی مریضایی که میآیند به خصوص خانما. بله. بسیار مشکلات می داشته. ها یعنی خانما به شما زیاد مراجعه می کنند؟ میآیند مشکلات می داشته باشه، این به ورزشا رو برشون نشان می دهیم که باید سپورت کنن. سپورت چیزی است که برای هر انسان حتمی است. خواهیم که اگر کدام خاطره جالب داشته باشین، چون که شما خود بسیار یک مکان است این که هر رقم مردم میاد، اگر کدام خاطره خوب داشته باشین. حالا خاطره جالب خود زیاد داریم. خوینال یکی از نظامی ها بود میخواست که در وظیفه برای پاش تب خورده بود. او آمده بود که نافم رفته. ما به بسیار جنجال فهمیدم که دیگه مشکل داره. بازم پایش بسته کردم، گفتم برو بخیر خوب میشی. یکی هم یک کسی بود که آمد که در این جنگ رفتیم، در اون جنگ رفتیم، از همون سابقه ها دیگه که نمیفهمیم حالا اگر نامشو بگیریم کس کدام تنظیم بوده. یک وقت اینجا که بسیار سرش فشار آوردم، من خود فشار رو نخواهیم سپورت سرش کردم. بله همون ورزش میکرد وزی شکست و باز زمین خیلی بسیار هم خواهد دیگه. گفتم روز دو روز بعد باز بیایی یک چکر. بله گفتمش دو روز بعد یک دفعه بیایی. گفت والا اگه دیگه دیگه کوچه بیم. دوست عزیز از او ارزش هایی که حکیم صاحب برازی گفت الله کرده از او ارزش ها دخونه نکنیم، اما او ارزش هم ارزش هایی هستن که او را تا که یک نفر پروفشنال نباشه انجام داده نمیتونن. اگه کسی که مثلا پروفشنال نباشه انجام بده بسیار مشکلات دیگر خیلی برش پیش میاد. حکیم صاحب شما که اکس ها را اکس های پهلوان ها را که دیجی شما نصب کردین امرای از یا چی ربط دارین های شما یارا میشناسین دیگه این ها کی هست میشه یارک معرفی بگذارین شما؟ بله ها دیگه اونا را پهلوان چی رقم براتان بگویم که بهتر شد. یه تو فکر کن که برادرای ماست اینمی در گذشته پهلوان های افغانستان بوده و شما میبینین که از یک قوم نیست. پشتون است، تاجک است، هزاره است. به خاطر از این یکی خوب بسیار علاقه دارم به پهلوانی، دوست دارم پهلوانی را. دیگه یک سار یک دونه انتخاب کردیم که از هر قوم است اینمی باشه، چون ما دائم تنها به خود یا به پهلوانی خود یا به کلاب خود فکر نمی کنم، با بسته افغانستان فکر می کنم. یا پهلوان است که صدیق زرگر است، احمد جان پنجشیری است، صدیق لوگری است، آصف سنکش است، بلال است. اینا پهلوان های سابق افغانستان است دیگه، به اون خاطر بند شد. حکیم صاحب اگر چی ما میفهمم هم که شما خودتان هم یک پهلوان بودین، ما به من یک سوال خیلی جالب خلق شد. دمی خواه وقت که شما تمرین کردین نامتان هم پهلوان است، خیلی پهلوان هم بزرگ خشتی هم گوشه شما چطور هستی جور مانده تا فعلا؟ اولا راستش یکی خو گوش نمشکنه، از بعض نفرها نمشکنه و بعض جوان ها میان اینجا به خاطر شکستاندن زیاد میان. اتو کسای هم می که زیر سن می باشه، اتو کسای هم می که به خاطر از این ورزش نه و فری فایت بله روزانه اگر
دقیق تر 5 نفر 6 نفر میایه. آها دیگه مو عادت کردیم که دروغ نمیگم. حالا چی فایده که نوک یک دروغ بگه. 5 نفر 6 نفر میایه که گوشای ما رو میده کو و بر با هیچ پهلوان نیاز نیست که می گوش میده باشه. توصیه شما این است که یعنی گوش میده نکنه. والا از گوش میده کردن کده نفس میده کنه. ادب داشته باشه خوب است. این بهتر است. خیلی خوب است. یک پهلوان باید یک ادب عالی داشته باشه. بله بله. چون ما فکر میکنیم که پهلوانی از بسیار یک شخص خوب از یک شخص بلند اسلام حضرت علی علیه السلام رسیده به همگی. بله بله. به او خاطر بسیار باید مؤدب باشه، با ادب باشه. در جایی که می باشه پهلوان اول رشته را قبول نکنه، اگر کد بسیار با ادب باشه. بدون از او باز نمیتونه که پهلوان شه، بدون از او نمیتونه که در صف پهلوان استاد شه. تشکر از شما حکیم صاحب. حکیم صاحب توصیه چی هست که پهلوان ها را می کوشش کنه گوشای تن میدان نکنه، کوشش کنه که نفس تن میدان کنه. و از طرف حکیم صاحب ما برتون میگم کسایی که پهلوان هستن کوشش کنن که نفسشون میدان کنه خوبتر میشه. خب حکیم صاحب شما خیلی لطف کردین که بر ما وقت دادین. زنده باشین. خیر ببینین اینمی که آمدین یک برنامه میسازین. تشکر بازم از شما و از اینمی ژورنالیست هایی که بسیار با ادب هستن بسیار زیاد تشکر. بعض ها هستن که یک برنامه را به نفع خود میگیرن، چون اینجا یک مردم غریب میه یک کار که بسیار از ما از خوشم میه و لذت میبرم از او. اینمیست که یک کراچیوان میه اینجا استاد میشه تا دیگر در این بیکاری افغانستان تا دیگر رو 110 رو پا 120 رو پا درامت کرده. بار یک آدم تا کده پاش تا خورده. او اگر بره در یک شفاخانه 500 افغانی باید بپردازه باش اکس ری 200 فیز بده حداقل 300 دوا بخره. او کار کده یک صد افغانی در 1000 چی رقم پوره کنه این آدم. اونمو که میره خوش میباشه و میرمو تو بجرات میگم چرا که در میدیا دروغ گفته نمیشه. من کدوم سیاست مدارم نیستم که دروغ بگم. امو کسی که اینجا آمده مراتمی میبینه اونو دعا میکنه. اون که دعا میکنه بر من بسیار جای افتخار است. لطف کردین حکیم صاحب. در آخر میخواییم که پیام شما رو داشته باشیم حکیم صاحب. دیگه شما چی پیام دارین؟ اینمی که افغانستان ما آباد شوه، افغانستان جور شوه. زیاد اینمی رو میخواییم و ما کسیستیم که دائم در کابل بودیم، خواستیم که در کابل باشیم، از کابل هستیم. فقط آبادی افغانستان رو میخواییم، یک رهبر درست حسابی که افغانستان رو جور کنه. نه پشت این میگردیم نه اون میگردیم و گفتنیمون بر مردم اینمیست که رهبر کس کوشش کنه که نیتش رو ببینن، مثل ترکیه، نه ای که شما رو بازی بده. بینده عزیز، ما توانستیم همراه حکیم صاحب صحبت های شیرین خدا داشته باشیم. دیگه فعلا وقتش رسیده که الودا بگیریم از حکیم صاحب محترم و بیشتر آشنا شویم همراه گوچه های قدیم کافورشی و میریم دنبال شخصایی که مثل حکیم صاحب زیادتر در کوچه مشهور هستن و میریم دنبال کسایی که کم سنشان کهنه هستن و بریم یک مصاحبه همراه و همچنان داشته. تشکر از شما حکیم صاحب. تشکر. لطف کردن. We'll be right back.